اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 24 در آمریکا بالاخره به پایان رسید در شهر اتلانتا در مقر شبکه سی ان ان. دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه بایدن و ترامپ تقریبا در هیچ مسئله با هم توافق نداشتند، کاملا در هر زمینه‌ای که ازشون سوال پرسیدن دو تا تفکر متفاوت داشتن و کاملا با هم مخالف بودن. البته انتظارم میرفت که هر دو کاندیدا زاویه با هم داشته باشن، اما زاویهشون بسیار شدید بود. در مورد مسائلی که مربوط به سیاست خارجی میشد بارها و بارها نام جمهوری اسلامی آمد به میان، در مورد از توافق برجام گرفته که آقای ترامپ از بایدن انتقاد میکرد که به ایران در واقع به جمهوری اسلامی اون توافق رو داده است. ایشون متهم کرد دولت بایدن رو که در دور اول ریاست جمهوریش به دنبال این بوده است که جیب آیت الله ها رو پول کند و گفت ده ها بلکه صدها میلیارد دلار جمهوری اسلامی از فروش نفت به دست آورده است. و بعد از اون هم چند بار آقای بایدن راجع به ایران صحبت کرد در مورد اینکه وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد جمهوری اسلامی اون موشکایی که پرت کرد به پایگاه عین الاسد که سربازان آمریکایی اونجا بودن، آقای بایدن گفت اون موقع ترامپ اون سربازانی که در تیرس موشکای جمهوری اسلامی بودن رو گفت فقط سردرد گرفتن و برای سربازا اهمیتی قائل نبود. بالاخره چندین و چند بار دیگه هم اسم جمهوری اسلامی به میان آمد، در مورد اوکراین به میان آمد اسم جمهوری اسلامی، فرستادن پهپادها، در مورد اسرائیل که آقای ترامپ میگفت حماس در زمان ایشون هیچ وقت نمیتوانست به اسرائیل حمله کند چون جمهوری اسلامی یک قرون پول نداشت که بخواد خرج کند به حماس بدهد. غیر از اون هم اگر واقعا طرفداران هر دو منتظر این بودن که این مناظره بخواد سرنوشت انتخابات رو تعیین بکند تا حدودی سرخورده شدند. نه آقای ترامپ توانست ضرب شست شدیدی وارد بکند به آقای بایدن و نه بالعکس. آقای بایدن خیلی صداش گرفته بود، چند بار سرفه کرد، یک مقدار با لکنت مواجه بود بعضی جاها، اما خیلی هم در واقع پرفورمنس بدی نداشت، تونست از خودش دفاع بکنه، از دولتش دفاع بکنه، از همون ابتدا به دونالد ترامپ حمله کرد. و از اون طرف هم آقای ترامپ هم یکی دو جا خورد از سوالاتی که ازش پرسیدن، مخصوصا وقتی راجع به ششم ژانویه از ایشون سوال کردن تا حدودی جا خورد و نتونست در واقع اون دو دقیقه‌ای که بهش داده بودن خوب استفاده بکنه. و بارها و بارها هم وقتی ازش سوال میشد جواب اون سوالو به طور مشخص نمیداد، بلکه سعی میکرد حمله کنه به بایدن، از اون فرصت استفاده کنه راجع به دولت خودش صحبت کنه. و بارها و بارها آقای بایدن رو ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا خوند. هر دو نامزد ریاست جمهوری بعد از این مناظره شهر آتلانتا رو ترک کردن. آرش علایی، مقر مناظره انتخابات ریاست جمهوری در آتلانتا.